سلام آقا شاهین. نوکر شاهین زحمتکش عزیز. درست گفتم فامیلتون دیگه؟ درسته. خوبی آقا شاهین؟ نوکرتم. امروز قراره که یه سری سوال از شما بکنیم، یه خورده اطلاعاتی که مردم میخوان داشته باشن بیشتر از شما رو بهشون بدیم. همراه خانم مسیحا سلام عرض میکنم. سلام بینندگان عزیز و ارجمند. خب ما یه قانون هم توی این بازی داریم، اونم اینه که ما اگه که سوالهایی که از شما میکنیم و احیانا شما نتونی جواب بدی یا نخواهی جواب بدی، ما باید ورود کنیم به دایرکت اینستاگرام شما آنلاین و شما نمیتونی هیچ ممانعتی بکنی توی این موضوع. با این موضوع که موافقی؟ بریم آقا 100%. دایرکتور رو همه چک میکنه. رنده همه خواهی بذاری؟ ببین شاهین رنده بازیه دست. اول دوست داری معرفی از خودت؟ من شاهین هستم از گروه تی ام برکس، 18 ساله دارم کار موزیک میکنم و دیگه همین دیگه چیز داری؟ بیشتری؟ از هم تیمیات هم میخوایی؟ از هم تیمی هم که بچه هم هستن دیگه، علی و نبیل هم که سوال هاست با هم دیگه. ما دانمارک هم و ما اسلام. چرا تی ام برکس؟ چرا تی ام بکس؟ یعنی چرا تی ام بکس شد؟ تی ام بکس از قدیم بوده دیگه، یه گروهی داشتیم، گروه چپ بوده دیگه، همون آوردیمش توی تی ام بکس و داستان داره. و این خیلی برام جالبه که چه سبک موزیکی خودت گوش میدی؟ من هیپ هاپ، سبک هیپ هاپ. خواننده فیوریت خودت کیه؟ فیوریت میتونه اصلا ایرانی نباشه، شما کلی صحبت میکنید، میتونه خارجی باشه. همیشه بچگی از عاشق امینم بودم که اونم تو موزیک کرد. الان تو ایرانی ها امیر رو زیاد گوش بودم، همین تنتا رو زیاد گوش بودم، نه به خاطر این یک گروه چینجا تو من رو میدونم. نه واقعا امیر رو کاراش رو دوست دارم به خاطر اینکه خلاق و کلن یه چیز داره. ولی خواننده خارجی هم خب امینم خیلی قدیمی شده، اول دارم دوستش دارم، ایس براکی و من دوست دارم. بهترین تنظیم کننده ای که دوست داری کیه؟ تنظیم کننده زیاد علی بی. علی نبیل بیشتر. آره علی نبیل. همیشه هم تعریفشون رو میکنی. آره خوده. جاشون خالی اینجا بیشتر. آره واقعا. خب بین امیر حسین و پیام و وحید اصلا سه تا سبک متفاوت. آره ستاشون رو با هم انتخاب میکنم. دوستا خیلی صمیمی هستی؟ ستاشون آره صمیمی هستی. خب پیام و امیر فرق داره، سالات با هم زندگی میکنی، وحید لاین خودش رو داره کلا، ولی خب ما ستا با هم دوست اون دوستا با هم ستایی چی گفتم ستایی با هم زندگی کردیم سالها، هیچ کدومشون یا همشون با هم. خیلی هم ولی اگه از بچه های تیمتون تی ام بکس یا حتی از دوستای صمیم، من الان به دو دسته تقسیم میکنم، یه گروه هستن که دوستای صمیمیت هستن، امیر حسین و پیام، و یه تیمی هستش که تیم موزیک شماست با علی و نبی، درسته؟ تی ام بکس میگیم در کل که هم بشن. توی این دوتا تیمی که داری فکر میکنی کدوم نفراتو بیشتر دوست داری؟ و اگه بخوای از خودت بگذری توی این دوتا تیم برای کدوم نفرات میگذری؟ کلیشه‌ایه ولی واقعی جواب بده. واقعی؟ ببین آخه با هر کدومشون زندگی کردم، با این بچه ها 3 سال الان دارم زندگی میکنم، با اونا 16 سال زندگی کردم، هر کدوم یه جوری دوست دارم، نمیتونم فرق بذارم. ولی خب الان تو شرایط الان هم که الان 38 سالمه، 3 سال آخر زندگی ما، یعنی تو این 3 سال رو با بچه ها زندگی کردم، پیام و امیر، الان یکم فهمی بیشتر هم دیگر میفهمیم. و اینکه یه سوال هاش البته نه اینکه اونا رو نخواما، نه ولی میگم کلا الان خب با اینا شرایط زندگیه فعلی، حالا دارم با اینا زندگی میکنم. خب به نسبت از اون آره در هستی کاملا متوجه صحبت هستی. تا حالا با دو دختر همزمان بودیم؟ نه راستش رو بده شاهی به این تیم بکنم شاهی به این تیم بکنم. خب هستی یا سینگلی؟ برگردیم سر تیم برس. خب یه خورده قرباتی سوال میکنیم از این که نداره. نه بابا نظر شما چه؟ فقط به دایرکتا نمیرسی. آره چه؟ من مطمئن نمیرسیم. راجب فکر میکنی خفن ترین بهترین موزیکی که از نظر هم موزیک هم شعر و تنظیم و میکس و مستر قوی ترین کاری بوده که تو تیمتون داشتید، چه ترکی رو میتونی به رخ بکشید؟
ببین یه سری کارا هست کوروش که اصلا خیلی مارکتیه دوستش داره ولی خب خیلی میتره کنه، مثلا مثل سانسور. من خودم زیاد کار باحالیه ولی خب خیلی مردم دوستش دارن رقصی اونا. من کارهایی که مثلا بیشتر دلی بوده رو دوست دارم، مثل هنوز یادمه، ولی تو جفتش تنظیم علوی خیلی خفن بوده و بیت های خفنی داشته و ولی هنوز یادمه رو بیشتر دوست دارم. با چه تنظیم کننده دوست داری کار کنی که پیش نیومده؟ حالا میتونه ایرانی باشه میتونه خارجی باشه، ما سوالاتمون همین بود. آره اصلا محدود به اطرافیانمون نیست. ببین آخه چون که الان 18 ساله دارم با علی کار میکنم، با کسای دیگه کار نکردم، سبک کاراشون نمیدونم، فقط مثلا میدونم مثلا حسن بابا برای امیر میزنه کارش خوبه، یا مثلا بچه های دیگه با یه سری بچه ها کار نکردم مثلا تو حالا، فقط کاراشون دیدم تو مارکت قوی هن و اینا، ولی قسمت نشده که بخوام با کسی کار کنم. ولی فکر کنم مهرات رو دوست دارم، مهرات تنظیم کننده قدیمیه، کاراش دوست دارم، دارم باش کار میکنم. از خارجی چی؟ بیتساز خاصی هست؟ آن چیز خاصی که بهش فکر کرده باشی؟ نه عزیزی حلیبی بپرس، بپرس لام هست سر بیه وسط. همین دایرکتش میتونیم کم کم وقت دایرکتت هم بیرسیم شاید جان. من میخوام باز راجع به موزیک ازت سوال بکنم. توی این مدت زمانی که کار کردی، خب ببخشید ببخشید ببار 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 راحت باش. توی این تایمی که با تی ام اکس کار کردی چه چیزهایی داره اذیتت کرده تو همکاری با ببخشید گردمی نشه بچه ها همچه ها چوسته با کنیم تیم تیم تی ام اکس تک تک اسمی بارم که ایتونایی نشه چه چیزی داره به تحبیل ناخده یه چیزی تضادی که داری با بچه ها چیه؟ ببین تضاد که بچه ها رو دوست داشتم که سوال ها تونستیم کنار هم باشیم، ولی خب 100% یه سری اخلاق ها اونا دارم من دوست دارم، یه سری اخلاق ها من دارم اونا دوست دارم. بیشترین چیزی که الان مثلا تصمیم گرفتم سینگل کار کنم، چون که توی تی ام بکس یه محدود میتونی تکس بنویسی، نمیتونی توی یه سری موضوع بری، یه چارچوبایی داره اینجوری بگیرم، به خاطر اون یکم اذیتم کرده. چارچوبه قبل تعریف شده است. آفرین، اون یکی مثلا جا افتاده بین مردم که تیم بکس هیچ وقت خوش نمیتونه بده، تیم بکس نمیتونه گنگ بخونه، تیم بکس میدونه از اون توی همیشه ماها رو به سبک مثلا پارتی میشناسن، به خاطر همین اون یکم مثلا توی کار گروهی اذیتم کرده. الان ها دوست دارم کارهای دلیمو بدم بیرون، تکسایی که از قبل داشتم و بخونم و اینجوری. دوست داری که هنجار شکنی داشته باشه؟ آره الان هر کاری بگی تو موضوع هم میکنم، چون الان 38 سال همه بگه قبلش 18 سال اونجوری زندگی کنم، الان باستان فرقا میکنم. متولد چه ماهی هستی؟ 1362 خرداد 26 خرداد. راسته که خرداد یا چندین شخصیت دارن این چیز بدی نیست، خیلی خوبه. من مثلا دوستای خردادی زیادی دارم که ازشون خسته نمیشم. آره خسته نمیشم این شخص دارم همش مثبت ها. آره خودت هم این حسو داری یا نه؟ آره صد. و اینکه بدترین کامنتی که تا حالا دریافت کردی چه کامنتی بود؟ سم و لاب سم و لذیر هم این فضا مال کل سوشیال مدیا هست و خب برای کسایی که از یه حجم بیشتر بیننده پیدا میکنن توی سوشیال مدیا این یه چیز عادی و جا افتاده میشه که همه چی با هم هست، این بی احترامی هم یعنی بی ادبی هم که پیش بیاد، اونا نباشه اصلا نمیتونه بیشتر کنه و اونا در واقع باعث میشه که حتی اون انرژی مثبت رو بیشتر دقت بکنی بیشتر بگیری، اون هم بد نیست، همه چی هست یین و یانگ گو و بد که مرحبی هست که تکمیل تکمیل میکنه میسازه. دمت گرم آفرین. یه حقیقتی که نمیدونه ازت و بهش نگفتی رو میتونی بگی؟ این کسی که رلته یه لطفه قاطی میکنم من یه اعصاب نیستم، ولی مثلا الان مثلا زنگ بزنم مثلا ور نداره رندش رو بزنم، نه ولی مثلا باید بدونم مثلا داستان چیه، حالا یه بار دو بار مثلا پویستنم توش بیاد تو مخم میره باید تلقی کنم سریع اینجوری جلو میاد. یه حقیقتی که تا حالا از خودت نگفتی رو بگیم، مثلا شاید تو بچگی تو خانواده زندان به دنیا آمدم من
البته شاید یه سر میدونن نمیدونم کجا اوین وارد بشین ایران میتونی وارد شین اگه دوست داری سیاسی مشکلی که برای خانواده دیگه اومده میره دیگه چیزی به خصوص اگه دوست داری خودت یه خورده راجعش صحبت زیاد نمیخوام چیز کنم توش بدم ولی شاید مثلا خانواده‌ام دوست داشته باشن ولی پدرمو اعدام کردن مادرم 5 سال زندان بود دیگه زندان به دنیا اومدم دیگه دیگه یعنی شما زمانی که متولد شدید توی زندان اوین بودی بله و الان پسری که توی زندان اوین متولد شده توی این جایگاه توی این لول داره زندگی میکنه آره خب به افتخار تبریک میگم بهت میتونم بپرسم تا چند وقت بدون اومده بودی توی زندان بودی خب 5 سال دیگه بودیم میرفتیم میمونیم دیگه مامانم چون زندان بود ولی کلا حالا از اون بگذریم ماها خیلی سختی کشیدیم وقتی که مهاجرت کردیم به کشور دانمارک 5 سال پناهنده بودیم ما یعنی همه فکر میکنن ماها خیلی راحت زندگی خیلی سختی کشیدیم ما تو زندگیم واقعا کل زندگیمو کار کردم ما همیشه اون چیزایی که خواستم با کار به دست آوردم خرج خانواده‌مو دادم خیلی ساپورت کردم خیلی حالا با اینکه بابای من یکم پولدار ایران بود که وقتی که کشتنش خیلی ملکاش مصادره شد خب شاین عزیز اگه بدون هیچ توضیح دستگیر بشی دوستات و خانوادت چی فکر میکنن؟ یعنی اول فکری که میزنه به سرشون چیه؟ آخه چون خلاف نمی کنم نمیدونم یکم شاید فکر کنم مثلا تجاوز کرده یا رو آخه کار به خصوصی نمی کنم نه کلا کار به خصوصی نمی کنم نمیدونم بدهی داره یا رو مثلا دستگیر کردن نمیدونم ما میتونیم این سوالو از اینو برای خودتون بپرسید مثلا من بگیرن شما آره میشه امیر حسین رو بگیری امیر حسین حالا فوش میده من نگرفتمش چون که بگیرم شاید یه الان استرس بشه خودت زنگ بزنی بهتره رو اسپیکرم لطفا بزنی داریم نظر امیر حسین شد امیر حسین چطوری؟ اگه من یه روز بگیرن چه فکر میکنی مثلا؟ زیاد چی؟ اگه من یه روز بگیرن مثال علی مثلا ببین مثلا ازش اینجوری سوال کن وایس بپرس که امیر حسین اگه الان مثلا کوروش زنگ بزنه بهت خیلی بی مقدمه بگه که امیر حسین کجای شاهین رو گرفتن مثلا خدای نکرده الان زندانه گرفتنش نمیدونیم کجاست اولین خطایی که از شاهین به ذهنت میرسه چیه؟ شاهین چرا میتونی همچنین تو تاخت برش بگیری؟ اولین خطا؟ بابا یه خیلی بگو دیگه همچنین جواب میرم مطمئنم داداش خب زن کی مثلا کوروش زنگ زده تو رو گرفتن؟ آره آره مثلا خدا نکنه بیشتر خب باید خب پیدات کنم بابا چه فکر میکنی باسی؟ خب به چه بیام میگه منم باز میام تو نه فکر میکنی به چه جرمی گرفتم چه جرمی میتونه از به جرم چیز کودک آزاری آبه 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 شاهین راجب بیزینست میتونی با همون صحبت بکنی الان چی کار میکنی؟ درآمدت منبع درآمدت از کنسرت از موزیک یه خورده راجب بیزینست به اون بگی چون الان میدونم که آره. یه سری بیزینس های جدا از موزیکت داری الان سالن داریم اما موزیکی درآمدی نیستش الان به خاطر کرونا و همچنان یعنی شما داری موزیکو به خاطر دلت احساست و علاقت به مردمت به اون کار انجام میدی هم درآمدی توی مارکت ایرانی در میاری ولی نه اونجوری که مردم فکر کنن چون که از کنسرت ها تایم کنسرت ها الان تازه شروع شده چرا خوبه ولی الان استارتشون نزن دیگه از هفته دیگه شروع چند روز دیگه برنامه‌تون سه شنبه کجا 19 اکتبر مسکو استانبول عشق گذشته راجبش میخوای صحبت کنی؟ چرا توی رابطه بودم دوستش داشتم 4 سالم با هم بودیم ولی خب نیستیم دیگه با هم الان دوستش نداری بهش فکر میکنی؟ طبیعتا فکر میکنه آدم ولی نه اونقدر دیگه تموم شد دیگه یعنی ما الان مثلا دایرکتو چک بکنیم نه نه بابا نه تموم شد میتونیم ببینیم؟ چیه ببینیم؟ نه هنوز که نه روز بیرم فقط اون اسمو نه نیست فقط اون اسمو سرچ کنیم؟ نه میخواییم اصلاق صداقتتون رو تست کنیم صداقت هم تست کنیم بیا اونجاست اسمشو سرچ کنیم؟ آخه نمیخوام اسمشو ببینن کسی آخه نه نشون نمیدیم
خب چی شما خواهی ببینید؟ شما اسمشون بگید سرچ کنم. من بلاکی من دیگه سرچ کنم یه هشت من بلاکی من فکر میکنم دروغه. بیا بیا چک کنم. شما نظرتون چیه؟ من هم نیستم فهمیده. من حس میکنم خالی برد. شما چی فکر میکنید؟ بیا چک کنم. بیا غزه بیا. اصلا نداریم هم دیگه. ما بازم به امیر حسین احتیاج داری فکر کنم. شما که نمیدونیم این شوره درست میگه یا نه. همه شوره ره در این خیاله سارت. ما داریم ورود میکنیم به اصلا ره جدید خیاله سارت. ره جدید برو ببین. نیفتاده. تا حالا دوست دختر فعلیتون با خانمی که ریلیشن دارید الان خواسته اینستاگرام تو چک کنه بگرده؟ تو اون مرحله هیچ وقت نمیگه. چون اونجا که بری خراب میشه. فیلم داری یا شما اجازه نمیدی؟ کدوم حالته؟ ببین یه دوستی به یه جوری خمیرشون میچیدم که هیچ وقت اونجا نرسه. خودت هم یعنی رفتار رو نمیکنی؟ اصلا نمیکنم و نمیبینم هم دیگه. باید اعتماد رو نشده. بخواد بره چیزی نیست ولی کلا. چطوری اعتماد به دست میاد از نظر شما؟ اعتماد رو خودت باید چیز کنی. اگه تو گیر بدی من بدی. چطوری تستش میکنی؟ چون اعتماد. تستش میکنم بهش گیر نمیدم. اعتماد بهش میکنم اونم طبیعتاً باید این اعتماد رو میدم. ولی هیچ وقت حتی گوشی جلو من باشه چک نمی کنم چون دوست ندارم. کلا اهل فضولی نیستی؟ اصلا خودم دوست نداری؟ اما خب لایوم میذاره من اینو دیدم لایوم میذاره سری زنگ میزنه قطع کن دیگه قطع کن دیگه غیرتی هستی غیرتی هستی شما غیرتی هستم ولی نه مثل قدیم ها اصالتا کجایی هستی؟ اصالتا پدری تهرانی مادری مادر خویم میکسه ولی خب مادرم اینا همه تهران به دنیا اومدن خودم هم تهران آره یه رگ آذری یه ریشه تو این نشأت گرفتی بیشتر از اینجا میاد ها نه غیرتی نیست به تو هم اونجوری بعد کن لایو لایو نه علکی نمیگی علکی چه اینا خانم دیدن که دارم میگن اذیت نکن آقا شاید من دیدم نه اینجوری من حقیقت تو هم راستش میگم حرف مسیا سند میگم اوکی سوالاتون تموم شده به داره که من هست سوالاتون تموم شده الان فیلم رو نیم ساعت هم آره. خوبه دو تا سوال پایانی دو تا پایانی هم نتونستیم به اینستاگرامش برود کنیم نیازی هم نیست بیشتر از هم برود کنیم چون یه چیزی از در دمه ادامه شده رابطه هم داره ببین تو زندگیم همیشه عاشق حرفای مثبت هم از آدم های منفی دوری میکنم از عزیزا هم میخوام که عزیزا که نه حالا همونهایی که دنبالمون میکنن و یه درصد ما رو توجه میکنن کار خودتون رو بکنید به حرف کسی گوش ندید غیر پدر مادرتون به خواستهاتون برسید درست فکر کنید منطقی عدالت داشته باشید تو زندگیتون تمام کل زندگی همینه راستو باشید و به دیگران کمک کنید خدا صد برابر شو بتونه صحبتی که میتونی بکنی برای همه دوستات همین آخه تای زندگی همینه همینه تای زندگی همینه زیاد دنیا ارزش داره اصلا ارزش دنیا خیلی قشنگه ولی باید روزانه استفاده کنی مثل این شهر بازیه باید ازش روزانه استفاده کنی و لذت ببری خیلی عمالی مرسی که با ما بودی مرسی از شما که وقت خیلی دوست داشتم شاید یه سه سوال ازت بپرسم ولی میذارم برای پارت بعدی حل سلطان بلی چون این ترسم طولانی بشه یه پارت دیگه از بزن تو بی کانتینیو این داستان ادامه دارم باش بازم باش عزیزی دمتون یه وقت گذاشتی شاید مرسی مرسی